خدا جهان پادشاهی تو راست ز خدمت آید خدایی تو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز و شادکام باشید ایام حزن و اندوه آل الله را خدمت همه شما بینندگان و سروران ارجمند تسلیت و تاذیت میگم و امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی در ای ایام به ما توفیق ازاداری خالصانه سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را لطف و کرامت بفرماید و ما را در راهی که ابو عبدالله علیه السلام ترسیم کرده در او راه ثابت قدم داشته باشد خب با توجه به ای که ایام محرم هست ما مسائل را که خدمتان ارز می کنیم مسائلی است که بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی از ما سوال کردند مقدمتا باید خدمتتان عرض کنم که یکی از مباحثی که ما را به خدای تبارک و تعالی نزدیک می سازه و به تعبیر عبادت است و باعث قرب و نزدیکی ما به حضرت حق میشه مسئله نظر کردن است و شما بینندگان عزیز در جریان هستین که شیعیان در ایام عزا در ماه محرم و ماه سفر نظر میکنند برای خدای تبارک و تعالی و سواب این نظر را هدیه می کنند به ساحت مقدس امام حسین و اصحاب با وفایشون سؤال شده از ما که آیا شخصی مثلا خانمی بدون اجازه شوهر خودش می تانه نظر کنه یا نمی تانه نظر کنه به تعبیر نظر خانم بدون اجازه شوهر صحیح است یا صحیح نیست؟ خدمت شما باید عرض کنم که نظر در یک تقسیم بندی اولیه دو قسم است یا نظر ما نظر مشروط داریم یا نظر غیر مشروط مثلا نظر غیر مشروط است که ما صبح از خواب میخیزیم میگیم نظر تو لله تبارک و تعالی نظر کردم برای خدای تبارک و تعالی این که مثلا روز یک جز قرآن بخوانم این نظر غیر مشروطه یعنی چیزی رو شما شرط نکردیم خب این خب میشه به نظر انجام داد و وفا کرد یک وقت دیگه نظر نظر مشروط است مثلا دور از خانواده شما باشه در خانواده کدام مریضی است مادر خانواده یا پدر خانواده یا کلانتر خانواده میگه من نظر میکنم برای خدای تبارک و تعالی این که مثلا یک گوسفنده زب کنم و برای فقرا اطعام کنم یا گوشتش در خانه فقرا روان کنم اگر بیمارم چی شوه خوب شوه اینه میگه نظر مشروط نظر مشروط کی به گردن انسان واجب میشه نظر مشروط زمانی به گردن انسان واجب میشه که او چیزی که شرط کده ما در خارج محقق شوه مثلا ما گفتیم اگر ای بیمار ما خوب شد ما یک گوسفند نظر میکنم برای خدای تبارک و تعالی که گوشتش به فقرا تقسیم کنم و اتفاقا ای بیمار و مریض ما خوب شد خب وقتی که بیمار و مریض خوب شد اینال این نظر به گردن ما چی میشه؟ واجب میشه باید این نظر چی کنیم؟ ادا کنیم حالا که این مطلب برای شما بینندگان عزیز روشن شد میریم سر جواب از این مسئله که آیا زن بدون اجازه شوهر میتونه نظر کنه یا نمیتونه نظر کنه؟ خب مرسوم هم هست دیگه خانوما در این ای ایام زیاد نظر میکنن در ایام محرم در سفر نظر بیبی و نظرهای دیگر اینا بسیار از این انجام میتن جوابش ایست حضرت آیت الله الازما سیستالی حفظه الله تعالی میفرماید که زن از مال شوهر بدون اجازه شوهر حق نظر کردن را نداره اگر بدون اجازه شوهر باشه از مال شوهر باشه شوهر اجازه نته این نظر باطله یعنی هیچ نظر منعقد نمیشه وقتی که نظر منعقد نشود چیزی هم به گردن این خانم واجب و لازم نیست یک صورت مساله. صورت دوم اون مسئله است که خانم خودش پیسه داره خانم خودش مال داره خانم خودش منال داره خانم خودش کارمند است به هر حال پولی داره که میتونه نظر انجام بده حالا این خانم چطور آیا ای هم باید برای نظر کردنش از آقا اجازه بگیره یا اجازه نگیره در اینجا میفرمایند که اگر نظر کردن خانم با حق مرد در تضاد نباشه مثلا خانم نظر میکنه که در طول هفته یک روز در هفته را مثلا با کدام زیارت بره خب مشکل شرعی هم نداره یعنی شوهرش قبلا رفتن به زیارت را به این اجازه داده گفته شما هر وقت دلت هست میتونی به زیارت بری حالا خانم نظر کرده که مثلا من روزهای سه شنبه یا چهار شنبه میرم به فلان زیارت تو این مشکلی نداره ولی یک وقت است که نه نظر کردن خانم از مال خودشه یعنی هیچ دخل و تصرفی در مال شوهر انجام نمیته اما نظرش طوریه که با حق همسری ای مرد در تضاده ده. مثلا خانم نظر میکنه که در طول یک ماه ما کل شبها را بیدار باشم و به با عبادت خدای تبارک و تعالی بپردازم و روزش هم کل گینار چی بگیرم؟ روزه بگیرم خب قطعا در این طول یک ماه بسیاری از حقوق شوهر همو حقوقی که بینندگان عزیز متوجه از قضیه هستن این زیر پای میشه بنابراین چون نظری هم از طرف خانم منعقد نمیشه پس بنابراین در این ایام باید مواظب باشیم که چه رقم نظر میکنیم نظر باید در توان انسان باشه از مال خود انسان باشه و از مال دیگران انسان نظر کرده نمیتوانه امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق عبادت و بندگی و توفیق نظرهایی که واقعا بتونیم به این نظرها عمل کنیم و ثوابش به روح ابی عبدالله علیه السلام و السلام و اصحاب کنیم این توفیق و ما لطف کرامت بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات